من اومدم پونه های خیلی خوشگله بچینم، ببینید چقدر پونه هاش خوشگله، تازه در اومدن خود روان و بریم که یه آموزش خیلی عالی را با همین پونه ها بهتون نشون بدم. پونه ها را از صحرا چیدم چون که گرد و غبار خیلی زیادی روشون بود، باید چند بار شسته می شدن و الان می برم که چرخشون بکنم. پونه هامون رو چرخ کردیم، به این زیبایی شد. الان موادی که می خواهیم بهش اضافه کنیم و بهتون میگم. پودر سنجد که همبا هسته، پوسته و خود گوشت سنجد آسیاب شده و خیلی مقویه، واسه کسایی که استخون درد دارن خیلی مفیده، بهش اضافه میکنم. پودر گداخته که سرشار از ویتامینه و انرژیزاز، بهش اضافه میکنم. پودر قندم بر حسب ذائقه هر فردی که اگه دوست داشته باشید میتونید اضافه بکنید، دوست نداشته باشید هم اصلا اضافه نکنید. پیاز داغ از قبل آماده کردم، خیلی خوش رنگه، اونم بهش اضافه میکنم. کشمش از قبل شستمش، تمیزش کردم. و پودر فندق، پسته، گردو و کنجد آسیاب کردم. دارچین، زنجبیل، زینیان و بادیان، این هم بهش اضافه میکنم. اینا رو مخلوط میکنیم، میریم واسه آموزشمون. ابتدا آردها را از الک رد میکنیم. اگر که چیز اضافه ای داشته باشه توی الک میمونه و فقط آرد خالص به وجود میاد. آردی که از الک رد کردیم، ما برای 20 دونه نون تدارک دیدیم، 2 تا قاشق غذاخوری مایه خمیر و 5 تا قاشق نمک یود دار میریزیم داخل دستگاه خمیر خوریم. دستگاه خمیر رو روشن کردیم و یه مقدار آب هم ریختیم داخل دستگاه خمیر کن و حالا یواش یواش بشقاب آردها را به دستگاه و داخل آب میریزیم. خمیر که در حال ورزه باید حداقل 15 دقیقه ورز بخوره تا اینکه یک نواخ بشه و آماده بشه واسه اینکه داخل ظرف مخصوص خودش بریزیم و بگذاریم تا 2 ساعت آماده بشه واسه پخت نون. اینکه این دستگاه یه تیغه‌ای داره که اگر که مواظب نباشین دست را زخم می‌کنه و 100% باید خیلی مراعات کرد واسه دور خوردن این تیغه. از دستگاه خارج کردیم، توی یک ظرف بزرگتر قرار دادیم و الان به مدت 2 ساعت در به ظرف رو میگذاریم و جای گرم قرارش بدیم تا اینکه حجم خمیر دو برابر بشه و آماده بشه واسه پخت نان. خمیر را بعد از 2 ساعت استراحت به 2 نصف تقسیم کردیم و الان موادی که آماده کردیم را بهش اضافه میکنیم و این 2 نون نونه، یه نون پونه و یه نون ساده، با هم مخلوطشون میکنیم. بعد از 10 دقیقه نونپونه ها آماده شدن واسه چونه گرفتن و الان چونه میگیریم و بعدم پهنشون میکنیم بزنیم به تنور. حالا مراحل تنور زدنشون بهتون نشون میدم. الان نونه ساده را میخواییم پهن بکنیم. با وردن به صورت یک نواق پهن میکنم به هر اندازه ای که دوست داشتم، خواستم نازک باشه یا اینکه یکم کلوفتر باشه. برای اینکه توی تنور پف نکنه با این وسیله روشای سوراخ‌های ریزی میزنیم و روی شاته میندازیم. نون پونه را پهن میکنیم مثل همون نون قبلی و آماده بشه واسه روی شاته انداختن و بعدم به تنور زدن. نون سادمون آماده شد، پخته شد و الان از تنور درش میاریم
ببینید چه نون خوشگل و جذابی شده. اینم از نونهای پونه که الان توی تنور زدیم و آماده است واسه پخ. در به تنور رو میبندیم تا برشته بشه. نونهامون آماده شدن. این از نون ساده و کنجدی و برشته که خیلی هم عالیه و واقعا مخصوص نون و پنیر و خیار و گوجه خوردنه که خیلی دلچسب و خوش طعمه. و این هم از نون پونه که با موادی که داخلش ریختیم یه انرژی خاصی واسه افراد داره. و اینکه الان ماه مبارک رمضانه خیلی پر انرژیه، میتونن ازش استفاده بکنن حتی در ماهای دیگه سال. موفق باشید، ممنونم از اینکه ویدیوها ما دیدید.